در رابطه با مباحث کنفرانس دبی و همچنان ارزش و اهداف نشست دهلی جدید، باز هم خبرنگار ما وکیل احمد احساس از استودیوی دبی با ما هستند که شرح هرچه بیشتری تقدیمتان میکند. خب احساس بفرمایید، چه جزئیات تازه‌ای دارین؟ تشکر فواد جان. ما امروز در برنامه دری آقای الهام الدین مظهر رئیس گمرکات افغانستان با خود دارم، همچنان در برنامه پشتو خان جان الکوزی در مورد کنفرانس دهلی برای ما شما معلومات خواهند داد. اما در نخست ما میخواهیم سوال داشته باشم از آقای مظهر، به نظر شما چگونه میتونیم پروژه‌ای که در گرجستان یا جورجیا عملی شده در افغانستان همون را کپی کنیم و عملی بسازیم با توجه به شرایطی که فرق داره؟ بسیار خوب، طوری که به شما معلوم است 100% یک پروژه که در یک کشور عملی شده باشه در کشور دیگه عملی شده، ولی جورجیا یکی از کشورهایی است که او تانست به بسیار کمترین وقت در مقابل فساد و مبارزه کنن و دستاوردهای خوبی داشتن و علت عمدهش همی بود که یک اراده قوی سیاسی در خود مملکت هم در مردم هم در تجار و هم در حکومت موجود بود تا با فساد مبارزه کنن که از اون میتونیم استفاده کنیم. اما یک موردی که اونجا از جانب خانم مریم مطرح شد، گفته شد که 16,000 پلیس در یک روز برکنار کردن. چگونه امکان داره این کار ما در افغانستان بکنیم؟ چگونه امکان داره ما کارمندای گمرک یک بارگی برکنار کنیم؟ من گفتم که ما 100% مدلی که دوجا عملی شده عملی کردنش در افغانستان شاید میسر نباشه، ولی از تجربه از او ما میتونیم بیشتر از تجربه از او استفاده کنیم و راه های دیگری که ما بتونیم با فساد مبارزه کنیم پیش روی دست بگیریم. اما یک مشکل دیگه است که ما در حال حاضر سهولت های کافی هم در گمرکات خود نداریم. در این کنفرانس چگونه روی به آماده شدن سهولت ها، امکانات، تجهیزات هم صحبت میشه؟ یکی از موضوعات عمده که در کنفرانس مطرح شد همین است که ما تا برای برنامه یا پلان استراتژیک 5 سال آینده ما چطور میتونیم تسهیل تجارت و رشد تجارت و همچنان سهولت ها را برای تجار وارد کننده و اداراتی که امرای ما در گمرکات داخل هستند برای فراهم کنیم. اما مشکل دیگه که به نوی در کنفرانس مطرح شد، امروز ما چون شاهد بودم گفته می شد که بعضی از تاجرها، سرمایه گذارها یا به نوی مردم هم همکاری نمی کنند. یک روی همکاری وجود نداره در از بین بردن فساد. شما تایید می کنید؟ واقعا همینطور است که فساد نه تنها از ما نمی تانیم که باید تنها بگیم که مامور گمرک و یا مامورین ادارات یا دولت دخیل هستند، بلکه طرف مقابله که در فساد باعث ایجاد فساد میشن و یا پول میدهن و یا زمینه فساد میکنن و هم دخیل هستن. بنان اونمو یک مفکوره یا اراده قوی دهی بکار است و یک اقدامات جدی به خاطر از بین بردن از این ضرور است. این اقدامات باید کی انجام بده؟ طبعا دولت باید اول دولت یک اراده قوی در مقابل ازید که هست و دیگه قوی تر شد و جنبه عملی داشته باشه. ولی خب در رأس دولت در بخش گمرکات شما قرار دارین، معین گمرکات است و شما رئیس امور گمرکات هستین. شما چی کارهایی میتونین کرده که عملا نشان بدین حداقل اگر پلیس تبدیل نمیکنین یک کار دیگه بتونین انجام بدین؟ یک موضوعی که اکثرا در گمرکات چیز میشه زمانی که چون جامعه ما یک جامعه صنعتی هست، وقتی که تصامیم گرفته میشه در تصامیم اکثرا مصلحت ها هم در نظر گرفته میشه. بنان بعد از اون ما چون تجارب صرف کشور خود میدیم، اینا تجارب بین المللی، تجارب کشورهایی را که توانستن با این مبارزه کنن و همچنان متخصصین بین المللی که امروز داشتن و امروز و گزارش های داشتن از تجارب از ما استفاده کرده، ان شاء الله با این پدیده ما مبارزه کنیم. اما فضا متفاوت نیست، محیط متفاوت نیست، چگونه میتونیم؟ کاملا خوی و خواص، کلچر، فرهنگ کشورها با هم فرق میکند، حالات ها با هم با کشورها فرق میکند، ولی ما حالاتی را که تقریبا وا بیان کردن، مثلا موجودیت فساد به شکل گسترده، دخیل بودن مردم های با قدرت در فساد، همچنان با اجاره دادن چوکی ها در ادارات، اون موضوعاتی بود که تقریبا در باعث ایجاد فساد در تمام اداره در تمام کشورها میشه و این موضوعات مشترکی بودن که ما میتونیم از تجربه از استفاده کنیم. یک مسئله دیگه که من میخوام مطرح کنم در مورد مامورین خود شماست. بیشتر شکایت از مامورین گمرک است. به عنوان مثال موتوری که باید بار داره 5 لک افغانی محصول باشه و 1 لک محصول میشه و از طرف گمرک رد میشه. شما در مورد مامورین خود چه میتونید؟ یک موضوعی که نظر به گزارش های سال قبل ما 195 گروه تفتیش در گمرکات در سال گذشته داشتیم که از ادارات مختلفه بودن و بالاخره راپوری که بر ما آمده و نشان دادن که در گمرکات چیز موجود نبوده. این موضوع هزی است که ما تعداد بیشتر اینمیر سر ظرفیت سازی ادارات جور کنیم که تا یا بتانن خوبتر تفتیش کنن.
چون دوجا ادارات دیگه هم در پالوی گمرک هستند که همیشه کارای گمرک در هر ماه حتی در هر ربع و سالانه بررسی میکنند. سپاس از شما فواد جان. در برنامه پشتو در مورد کنفرانس سامیت که در مورد افغانستان و سرمایه گذاری برگزار شده با خان جان الکوزی صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعدی که در برنامه پشتو، تشکر از شما. بدرود. تشکر از شما هم و تشکر از مهمان گرامیتان.